بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام سلام علیکم وقت شما بخیر میلاد پربرکت آقا امام جواد بر تمامی شما شیعیان شما موالیان شما دوستداران پیامبر اکرم و اهل بیت گرامشون مبارک باشه و همچنین میلاد شاهزاده علی اسقر شش ماهه آقا سید و شهدا سلام الله علیه هم بر تمامی شما عزیزان هم بر خاندان نبوت ان الله مبارک باشه الحمدلله رب العالمین امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا استدیو بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از همجواری با حرم آقا سید و شهده سلام الله علیه و برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران باشیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن اب الشرور واتباعه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان واعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب اليه امیدوارم هر جا هستید عزیزان بیننده صحیح و سالم باشید اجازه بدید مطلع برنامه امروز رو بعد از این دعاهایی که خدمت خدای تبارک و تعالی عرض کردیم با حدیث گوهرباری از آقا امام جواد شروع بکنیم آقا امام محمد تقی جواد علیه السلام میفرمایند. اعلم انك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون بدان که از دید خداوند پنهان نیستی پس بنگر چگونه ای شاء الله با این کلام گوهرباری که آقا امام نهم علیه و علی آبائه و اولاده آلاف و تحییت و اثنا فرمودن کلام کل كل اهل بیت همینه کلام آقا پیامبر اکرم همینه کلام قرآن که کلام وحیه و درخواست خدا هست همینه کجا میتونیم در این دنیا در این کون قرار بگیریم که از دید خدای تبارک و تعالی پنهان باشیم مواظب باشیم حالا که شما در معرض دید خدا هستید و هستیم منظورم از شما حدیث آقا امام جواد علیه السلام هست که به همه میفرمایند حالا که شما در دید خدای تبارک و تعالی هستید ببینید که چگونه میخواید زندگی بکنید چگونه دارید روزگار طی میکنید چگونه بندگی در خانه خدا میکنید چگونگی به چگونگی با مخلوقات خدا رفتار میکنید رفتاری که شایسته بنده خوب خدا باشه ان شاء الله همگی دقت کنیم توجه بکنیم کل کلام اهل بیت کل کلام پیامبر اکرم کل کلام الله مجید همه و همه برای ما سرمشق هستش در ادامه بحثایی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری برای ما ارسال کردن قرار داریم و به رسم روزهای یک شنبه و سه شنبه ببینیم امروز چه مطلبی رو جناب زاکری برای ما عنوان میکنن که انشا الله از بهترین بندگان خدا باشیم و به خوبی و به نحو احسن بتونیم عبادت شکرگزاری و بندگی بکنیم و همه اینها هم باز از نظر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و آیات شریفه قرآنه هست دعوت میکنم به برنامه ارسالی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج محمد تقی زاکری با همدیگه توجه داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه شریفه در سوره طه که میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ونکا بعضی از مفسرین فرمودن این آیه اختصاص به دنیا داره بعضی ها فرمودن که چون عالم برزخ مکمل عالم دنیاست و قبل از حساب و کتاب هست لذا شامل عالم برزخ هم میشه به دلیل اینکه قرآن کریم داره و نحشره یوم القیامت اعما یعنی عالم دنیا را یکی حساب کرده و بعد از رستاخیز هم یکی دیگه حساب کرده یک عالم دیگری حسابش کرده بنابراین عالم برزخ عالمی است که مکمل عالم دنیاست و روح مؤمن یا غیر مؤمن در عالم برزخ در همین محدوده دنیا حرکت میکنه و سر به فامیلش میزنه و در همین محدوده هست بنابراین ببینیم که عالم برزخ از دیدگاه قرآن چه عالمیه خود برزخ برزخ یعنی یک فاصله ای که میگذارن بین یک قسمتی و یک قسمت دیگر نمیدونم شما اگر توی این هتل های جدید یا ساختمان های جدید رفته باشید این ساختمان ها هنگامی که وارد میشی در ورودی اول بعد یک فضایی مانند هشتی مانند داره که این فضا بعد از اون یک در دیگری هست که داخل میشی به اون سالن این فضا بر میگذارنش برای نگه داشتن دمای ساختمان و یا اون کسی که وارد میشه یا اون کسی که خارج میشه این فضای کوچکی میگذارن برای این مسئله پس این این فضا رو بهش میگن برزخ قرآن کریم هم داره بینه هما برزخون لا یبغیان یعنی بین این دوتا بین این دنیا و اون دنیا برزخی هست که این برزخ گذاشته شده برای اینکه افراد خودشون رو آماده بکنن و بتونن با اون عالم بیشتر و بهتر بسازن که این هم یک لطفی از الطاف خداوندیه قرآن کریم در مورد برزخ چند تا آیه من انتخاب کردم بیشتر داره آیه های بیشتری داره ولی من چند تا آیه رو برای شما انتخاب کردم اولیش این است که حتی اذا جا احدهم الموت قال رب برجعونی اون زمانی که انسان می میرد کافر و غیر مؤمن میگه خدایا عرضه میداره خدایا منو برگردونید لعلی اعمل و عملا صالحا یا لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت منو برگردونید شاید من یک سری کارهای خوبی را که جا افتاده و من انجامش ندادم به اون کارها بپردازم و این مسئله اگر قرار بود به حشر باشه و روز قیامت باشه دیگه رجوع معنا نداشت در این آیه مبارکه خطاب به کفاره چون ما آیه های دیگه هم داریم که خطاب به مسلمان و مؤمنه پس اون کافری که در دنیا ایمان به خدا نداشته این انسان وقتی که از دنیا میره تازه بیدار میشه و تازه کشف میشه برای او قضایا و تعجب میکنه که چرا مثلا من ملتفت این جریان ها نبودم یا افسوس میخوره که چرا من ملتفت این جریان ها نبودم آقا امیر میفرماد که عموما الناس و نیام اداماتون تبهو عموما انسان ها عموما انسان ها در خواب غفلتند عموما انسان ها متوجه همه قضايا نمیشن به خاطر اینکه عجولن و خلق و عجولا پس بنابراین هنگامی که مرگ برای اونها میاد مرگ مانند ساعت شماتعیه که انسان را از اون حالت خواب بیدار میکنه و وقتی که بیدار میشه میبینه که صبح شده یا وقتی که بیدار میشه میبینه که وعده که قرار گذاشته بوده بره و به خاطر اون ساعت شماته ای رو تنظیم کرده این وعده فرا رسیده تمامی بطالبی که من شخصا بیان میکنم اینها عمومیات است که شامل خانواده میشود و شامل جامعه هم میشود خیلی اختصاص به خانواده نداره شامل جامعه هم میشه پس بنابراین اولین آیه ای که انتخاب کردم برای بیان این موضوع این است که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب برجعونی هرگاه که مرگ برای انسان پیش میاد که منظور اینجا از انسان انسانی است که در دنیا پایبند به خداشناسی و خدا را در نظر نداشته که اعراض عن ذکر خدا تحقق پیدا کرده یعنی کسانی که خدا را در نظر نداشتن خدا را باور نداشتن این افراد یقینا در سختی قرار میگیرند پس این اولین آیه این مطلبه ما در روایات هم داریم که آقای امام صادق فرمودن اتخوف علیکم فی البرزخ من برای شما میترسم ترسم عالم برزخ را راوی سوال میکنه که ابن رسول الله برزخ چیه؟ حضرت بفرماد برزخ قبر است از زمان مرگ تا روز قیامت این روایت تایید میکنه که عالم برزخ مکمل دنیاست و فاصله بین دنیا و روز قیامت آیه دوم میفرماد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات این آیه و آیه بعد اینها برای مؤمنین است که از دنیا میرن بل احیاء ولکن لا تشعرون نگید اونهایی که در راه خدا کشته شدن نگید اینها مرده، مردگان هستند اینها زنده هستند ولی شما متوجه نیستید یعنی ارواح مؤمنین در همین دنیا میچرخند در همین دنیا با شما در ارتباطند ولی شما متوجه این مطلب نمیشید ارواح میان سراغ شما روایت داره مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان هم بعضی از این روایت ها را رو نقل کرده کتاب هایی هست که به نام عالم برزخ شما میتونید سرچ بکنید عالم برزخ را فارسیش هست عربیش هست به هر زبانی که بیشتر راحتید من خودم متن عربی رو بیشتر میگیرم به خاطر اینکه ترجمه ها بسیار دیده شده که به هر حال اون رسا نبوده در قصه بیان اون معنا پس بنابراین عالم برزخ عالمی است که مردگان زنده هستند اما ما نمی بینیم. روایات هم زیاد داره عرض کردم مرحوم شق عباس قمی روایت چند تا نقل کرده که شب جمعه و روز جمعه که میشه مردگان به التماس میفتن و از خانواده هاشون از بازماندگانی که موندن در این دنیا میخواهند که به همون کمک بکنید حتی یه متنی رو ایشون نقل کرده که مردگان میگن اون غذایی که به حیواناتتون میدید اون غذا را ما بهش احتیاج داریم یعنی اون رو به نیت ما بدید و الا خودشون که نمیخورن و نمی در اون دنیا در اون عالم پس آنچه را که کار خیر انجام میدید این رو برای ما هدیه بکنید ما در روایات داریم که توضیح بدم شماها اگر یادتون باشه افرادی که در سن من و بالاتر هستند بیشتر یادشونه که کسی که از سفر حج میآمد کسی که از سفر کربلا میآمد یا برای داماد و عروس بعد از عقد خونچه می بردن خونچه یک طبق بسیار بزرگی است یک سینی بسیار بزرگی است که می روی سر شخصی که این توی این سینی انواع میوه ها انواع آجیل ها اینها را شب چله برای عروس و دوماد میفرستادن یا دومادون برای عروسون میفرستادن به عنوان کادوی شب چله شاید هم مقدمه شب یلدا بوده اما از اون طرف هم بوده کسانی که و زیاد هم بوده اونهایی که از کربلا می آمدن اونهایی که از مکه می آمدن یک چاووشی مداحی جلو میافتاد و میخوند و یه عدهی خانواده یا دوستان اون کسی که میخوان برن دیدنش اینها پشت سر اون مداح و این خونچه ها را سینی ها را حالا یکی یا بیشتر میگذاشتن بین اینها و اون مداح سرودهای مذهبی میخوند و اینها هل, هل کنان به تعبیر من یعنی با سلام و با سلوات این سینی و این مجمع را میبردن برای هدیه به عنوان هدیه برای اون حاجی یا اون کربلایی پس بنابراین روایات اینجوری ازش استفاده میشه که برای مردگان چنین حالتی به وجود میاد مردگان شب جمعه و روز جمعه رو به انتظارن محبت میبینن و وقتی که شما هدیه میکنی هر چرا که هدیه بکنی برای اون متوفا برای اون عزیز از دست رفته خودتون هر چرا که هدیه بکنید اون رو در یک طبق نورانی میگذارن و ملائکه این را میبرند با سلام و صلوات و اونجا همه مردگان در اون منطقه سرها را میکشن و میخوان ببینن که این هدیه برای کی اومده همه به انتظارن که هر یکی میگه خدا کنه این هدیه برای من باشه اونگاه صدا میکنن شخص رو صدا میکنن مثلا فلانی فرزند فلانی هنگامی که از جا بلند میشه با فرح و شادی خیلی زیاد به استقبال اینها میاد و این مجمع رو میگیره و این مجمع نوری این سینی نوری را این هدایا را خودش هدیه میکنه به دیگر مؤمنینی که باهاش هستند حالا آیا غیر مؤمن هم از این هدایا استفاده میکنه یا نه بله از روایات و آیات شریفه استفاده میشه که بله غیر مؤمن هم از اینها استفاده میکنه یعنی کارهای خیری که فرزندانش یا فامیلش براش انجام میدن اون بهشون میرسه آیه سوم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون تقریبا مانند آیه اوله اینجا اضافه داره فرحین به ما آتاهم الله من فضل خوشحال میشن وقتی که نعمت های را که خداوند به وسیله اقوامشون یا غیر اقوامشون یا الطاف الهی براشون همونجا به وجود میاد و یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم من خلفهم و بشارت میدن به کسانی که بعدا بهشون ملحق میشن و بهشون میگن چون شما مؤمنید لا خوف علیکم ولا هم یحزنون لا خوف علیهم ولا یحزن هم یحزنون به اونهایی که تازه میان بشارت میدن یا اونهایی که قبلا بودن به اینها بشارت میدن و به اونها میگن که خلاصه ترس نداشته باشید نگرانی نداشته باشید و اینجا جایی است که دیگه جای ترس و اینها نیست و شما اونچرا که خداوند وعده کرده به شما اونها هست این دو تا آیه این دو تا آیه صحبت میکنه از وضع دنیایی مردگان چون انسان ها نمیتونن مردگان نمیتونن با انسان ها حرف بزنن مگر اگر اجازه داشته باشن میتونن به خواب اونها بیان و الا عموما فاصله هست یعنی اونها در یک عالم و ما در یک عالمیم ببینید من یه توضیح باز بیشتر بدم خیلی وقت ها شده که شما تلفن رو مثلا میزنید صدای شما میره صدای اونها نمیان صدای صدای شنونده نمیاد و به گوش شما نمیخوره پس بنابراین آنچرا که انجام شده تحقق پیدا نکرد دقیقا اونها هم همینطورن یعنی مردگان ما را میبینن اوضاع ما را میبینن صدا و عمل ما را میبینن و میشنون ولی ما نمیتوانیم آن را درک بکنیم پس در آیه اول که ما خوندیم یعنی آیه اول خطاب به آیه دومی که راجع به عالم برزخ خوندیم این آیه دوم اختصاص به غیر مؤمنین داشت و این سوم و چهارم اختصاص به مؤمنین داشت خب آیه چهارم انار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه اونهایی که در دنیا که گفتیم معیشت رنگ دارن یعنی ذکر خدا یاد خدا را فراموش کردن قانون خدا را به فراموشی سپردن اینها آتش و فشاری که در قبر هست که منظور از آتش روز قیامت نیست سختی های قبر است که این سختی های قبر فشارش و سختی هاش و آتش مجازیه ما در روایات هم داریم که قبر یا بهشت است برای مؤمن و یا دوزخ است و آتش است برای غیر مؤمن پس این قبل از روز قیامت و تتمه آیه داره و یوم اومت قوم یعنی قبل از روز قیامت پس بنابراین این آیه شریفه هم بیانگر همین مطلبه که خداوند عالم برزخ را تتمه عالم دنیا قرار داده در آیه مبارکه اشاره خیلی واضحه به عالم برزخ روایت هم داریم از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن همین معنا را که ان احدکم اذا مات عرض علیه مقعده بالغدات والعشی انسانی که از دنیا میره این احدکم یعنی هر یکی از شما انسان ها شما بشر هنگامی که از دنیا میره بهش نشون میدن روز صبح و شب بهش نشون میدن نتایج اعمال خودش را ف امکان من اهل الجنه فمن الجنه اگر اهل بهشت باشه که علائم بهشتیه و اگر از اهل دوزخ باشه علائم دوزخیه اینجا با وجود اینکه وقتم کمه این مطلب رو هم برای شما نقل بکنم روایت کردن اونهایی که اهل معنا هستن و نور ایمان در قلبشون باز شده میگن که یکی از اینها رفته بود توی قبرستان ایستاده بود و مرده ای رو اووردن دفن کردن هنگامی که مرده را دفن کردن شاید هم روایت باشه مرده را که دفن کردن بعد این آقا دید که <applause> یک شخص زیبای سفید پوشی که خیلی هم زیبا و خیلی متین و خیلی آرامش بخش بود قیافه اون میات و وارد همین قبر میشه بعد از یه مقداری ببینن یک حیوان بدبو و سیاه و خلاصه بدبو میاد اون هم وارد قبر میشه و بعد از مدتی میبینه که اون شخص سفید پوش اون جوان سفید پوشت خیلی زیبا و آراسته از قبر میاد بیرون در حالی که خونینه سوال میکنن از اون جوان بهش میگن که تو کی هستی و از این قبر چیه اینجوری چی بوده میگه که وقتی که انسان میمیره دو تا موجود یکی اع... که نماین... یکیشون نماینگر اعمال خوب آدمیه که در یک در این جوان متمثل شده در من جوان متمثل شده که من آمدم در کنارش باشم تا روز قیامت بهش اطمینان بدم که اعمالی را که تو کردی پیش خدا حساب شده است از اون طرف اون حیوان بدبو که آمد اون نمایونگر و نشانگر اعمال بد آدمیه این دوتا در قبر جنگ میکنن با هم دیگه اگر این که اعمال بد انسان خدای نکرده زیاد باشه این حیوان برنده میشه و اون انسان زیبا و خوشکل از قبر میاد بیرون این حیوان میمانه تا آخر تا روز قیامت در کنار این میت اما اگر اینکه اعمال خوب او زیاد باشه اون حیوان میاد بیرون و اون انسان اون موجودی که سفید پوش و ظاهر و صلاح و اینها اون با میت میمانه در روایت دیگر هم داریم که القبرو اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر یا اینکه یک دریچه است بر یک بهشت و باغ بهشتی و یا اینکه گودال است از های روز قیامت پس بنابراین اعمال ما در همین دنیا اگر ما خدا را باور داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که این اعمال هم در دنیا وضع ما را خوب میکنه و هم در زمان برزخ پشتیبان خوبی برای ما هست اما اگر اینکه ما خدا را ندیده بگیریم اگر اینکه ما خدا را به حساب نیاریم خیال کنیم که هر چیزی که توی ماشین حساب و توی کامپیوتر در میاد اون درسته اگر ما اینجور فکر بکنیم هم دنیا مشکلاتمون زیاده و طبعه همین دنیا دنباله همین دنیا هم عالم برزخ ما مشکلات خیلی زیادی ما در اون خواهیم داشت پس بنابراین باید مواظب به این باشیم که خدا را در نظر داشته باشیم در نظر داشتن خدا خیلی کار سختی نیست خیال بکن دوربینی است توی یک فروشگاه هنگامی که میخوای وارد اون فروشگاه بشی میدونی که اینجا دوربین هست یا برای شما تابلو زدن که اینجا دوربین هست و این مکان با دوربین مراقبت میشه پس این دنیا جایی است که با دوربینهای الهی مراقبت میشه و من در, یک های در یکی از برنامه های گذشتم که توی آرشیو یوتیوب میتونید پیداش بکنید من دوربین های خدایی رو براتون شرح دادم امیدوار هستم که این مقدار وقت شما را به خوبی گرفته باشم و شما حتما و حتما هستید از خوبان دنیا و آخرت ولی این مطلب برای تذکر بود تا برنامه دیگر شما را به خدای یگان می سپارم خدا نگهدار ممنونیم و متشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری که با این بیان شیوا و زیباشون تذکرهاشون رو اعلام میکنن روایات رو برای ما بازگو میکنن و همچنین احادیث رو و آیه قرآن رو تا به این مرحله رسوندن و من حقیقتا ارز کنم با اینکه نمیدونستم بحث امروزشون چی هست ولی خوشحالم که در مطلع برنامه حدیث آقا امام جواد رو تونستم براتون بخونم اینکه خدای تبارک و تعالی همه جا هست الله. همه ما از اون افرادی باشیم که خدای تبارک و تعالی فقط کارهای نیک و خوبمون رو به تصویر بکشه توی پرونده اعمالمون قرار بده و ان الله وقتی که خدای تبارک و تعالی عنایتی کرد عاقبت به خیری به ما داد وارد و حفره قبرمون که کردن انشاءالله همون تعبیری که حضرت حجت الاسلام و المسلمین ها شیخ محمد تقی زاکری با برداشت از احادیث و آیات و روایات فرمودن انشاءالله باقی باشه از باغهای بهشت و اما امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید در کربلای معلا جای شما خالیه الحمدلله رب العالمین عزیز دلمون کارگردان محترم تونستن تصاویری رو آماده بکنن هم از حرم آقا ابوالفضل العباس حرم آقا امام حسین علیه السلام حرم امامین جوادین در کازمین ان شاء الله نصیب و روزی و قسمت شما هم بشه و بتونید به سادگی وارد کشور عراق بشید و زائر آقا امام جواد آقا موس ابن جعفر آقا امام حسین آقا عبدالفضل العباس آقا امیر المؤمنین آقا امام هادی و آقا امام حسن عسکری باشید وقتی اون رسیدی که انشاءالله صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم اجازه بدید قبل از این که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم و خدمت آقا سید و شهدا به اتفاق هم دیگه عرض سلام بکنیم مناجات روزانمون رو خدمت خدای تبارک و تعالی تقدیم بکنیم و الله خدمت اماممون عرض سلام داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبه ولينا وكثره عدونا وقله عددنا وشده الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد واله واعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه. وسلطان حق تظهره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة إن شاء الله كآمادي تصاوير زیبای حرم آقا سید و شهدا باز خدمت شما تقدیم شد برای اینکه دل هاتون ان آماده بشه ارتباط قلبی پیدا بکنید با حرم آقا سید و شهدا آماده اید هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله صلى الله علیک یا مولاي يا ابا عبد صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى امك ام البنين حليلة امير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية يا كاشف الكارب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

تو هیئت تو سین زن شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیا کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیا کفن شدم یا کربو say... بلا در و بلا باز ببین اومدم با چشمان خیز جز کنان آقا اسممان بنویس بنویس